بالاخره راکستر بعد از مدت ها که امروز فردا که برای دادن تریلر جی تی ای این کارو بالاخره اومد انجام داده و با کلی داستان و اتفاقی که خودتونم بهتر میدونید و این تریلری هم که بیرون داده یه حال هوای سینمایی داره در کنار سینمایی بودن این تریلری که داریم میبینیم اشارات زیادی به اتفاقات بازی قسمت چهارم داره میشه شهر میامی که داریم میبینیم اون ساحل و اتفاقات مختلفش که اینجا هم در دیگه صحبت می‌کنیم می‌خوام بهتون نکته مهمی که تو این تریلر هم دیده نشرم بگم تو متوجه سری از اتفاقاتی که تو این تریلر روت بشید و بدونید که داریم به کدوم سمت حرکت می‌کنیم در مورد تغییرات گرافیکی و مثلا با هم دیگه صحبت می‌کنیم فقط لازم که بخوام این ویدیو رو شروع کنیم. حتما یاد بشه که لایک به این ویدیو بدید اونطوری هم که می‌دونید من شاهینم از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم بریم سراغ جی تی اس Do you know why you're here? Luck, I guess. شروع تریلر و اینکه دارید میبینید یه تصویر واید خیلی جالبی داره از محیط اطراف شهر بهمون نشون میده یه تم رنگی خیلی خاصی توش داره دیده میشه رنگای آبی و صورتی و بنفشنگی که اینجا دارید میبینید کاملا داره اشاره میکنه به قسمت چهارم بازی یعنی وای سیتی که سال 2002 هم بودش که منتشر شده بود ادای احترامی داره به اون شماره بازی میکنه حالا این رنگینا خودش الهام گرفته شده از کجاست به غیر از بازی یه برنامه تلویزیونی به اسم مریومه وایس وجود داشت و خود بازی که میبینیم و ساخته شده الهامات زیادی اومده از روی اون برنامه تلویزیونی گرفته این دوتا رنگی هم که داریم میبینیم کاملا داره اشاره میکنه به دوتا کاراکتر قابل بازی که توی این شماره هم داریم که یه زن و یه مردم هستش وسط همین خیابونی که داریم نگاه کنی یه کامیون حمل آبجو اوریس هم هستش و این برند همون برندیه که قبلا توی دنیای جی تی هم وجود داشت یکی دیگه از دلایل محبوبیتی که حالا داریم از این برند می‌بینیم برمیگرده به اون باند و اون کلوب بیلی که بیشتر موتور سوارا بودن و اینجا داریم می‌بینیم که دو مرتبه داره به این گروه اشاره میشه حتی اگه نگاه بکنید توی یه تیکه از تریلر می‌بینید که یه پک هم از اون آبجو رو دارن تو شات های بعدی تریلر که داریم نگاه میکنیم به گروه و باند موتور سوارا کاملا بیشتر اشاره میکنه همون باند معروفی که تو اتفاقات مختلف وای سیتی هم بودن و اینجا میبینیم که دو داره این گروه و باند بهمون نشون میده این منطقه ای هم که اونا توشن از اون پرچمایی که این طرف اون طرفشه تا اونان همون منطقه لیتل هیتیه که خودتونم می‌شناسید میشناسید و میدونید که تو قسمت های قبلی هم بودش اگه نگاه بکنید جلوتر توی شات های بعدی حتی داریم اون باندای خیابونی هم میبینیم اون باندایی که اونا رو هم قبلا توی دنیای بازی دیده بودیم ولی الان داریم با گرافیک خیلی بهتر از اون موقع نگاهشون میکنیم اگر رسانت پنجم بازی رو انجام داده باشید در مورد یه مواد مخدری توی منطقه صحبت میشد که انقدر قوی بود که اسم زامبی رو اومده بودن بهش داده بودن این دو مرتبه برمیگرده به اتفاقاتی که حالا ما توی شماره چهارم داشتیم و احتمال خیلی زیاد قرار اینجا هم باش روبرو بشیم اگه یادتون باشه اونجا هم یه کاراکتر به اسم امه داشتیم و اونجا که تامی رفت پیشش و اون موادی که داد بهش و رفت یه کارا رو انجام داد و بعدش هم فراموش کرده بود که چه کاری کرده احتمال خیلی زیاد داره به این موضوع اشاره میکنه ممکنه که توی شماره جدیدی از بازی هم که داریم میبینیم اینو به عنوان یکی از موادی که حالا خیلی رایج توی منطقه باش روبرو بشیم دوباره تو همون تصویر اولیه که بهتون نشون دادم اون گوشه تصویر میتونید یه زندانی ببینید زندانی که توی ادامه تریلر هم داره بهمون به نشونش میده جایی که داری لوسیا رو میبینید که یکی از کاراکترهای قابل بازی هم هستش و میدونیم که احتمالا شریک و دوست اون یکی دیگه از کاراکترها اون یعنی جیسونه کاراکتری که داریم میبینیم توی زندانه یه چند تا نکته در موردش وجود داره احتمالا اینجا که الان نگهش داشتن یه محلیه برای اینکه مثلا یه مقدار تغییر رفتار رو داشته باشه تا اونو آزادش بکنه اگه نگاه بکنید یه عکس هم اونجا هست کنار اون تختا که به نظر میرسه عکس خانوادگی باشه برای لوسیا یا برای هم اتاقی اونه. وقتی اینکه وارد اتاق مشاور میشه اونجا دارید یه قاب عکس میبینید که به خانواده اون مشاوره اشاره میکنه این یه نکته مهم رو داره نشون میده قسمت قبلی بازی اگه یادتون باشه روی خانواده تمرکز کرده بود داشت به اون نشون میداد که این کارکتره که ما داریم اینیم بالاخره درگیر زندگی شخصی خودشون هم هستن اینجا هم احتمال زیاد قراره که بیشتر به این موضوع بیان نگاه بکنن یه مقدار داستان طبیعی ترش بکنن بعد از اون توی حرفایی که دارن میزنن کاملا مشخص که احتمال خیلی زیاد روسیه به خاطر سرقتی که انجام داده گرفتن و انداختنش توی زندان حالا سرقتی که انجام داره میده احتمال زیاد همون سرقتیه که داریم توی تریلر میبینیم همون سرقت و دوزی از اون مغازه مشو فروشی از اونجایی که صحنه دوزی از اون مغازه با اون صحنه که دارن فرار میکنن اگه نگاه بکنین لباس و شرایطی که دارن یکسانه به نظر میرسه که تمام این چیزایی که تا اینجا دیدیم همه به همدیگه ربط داره و یه مسیریه که یا داره یه یا یادآوری میکنه از اتفاقات گذشته یا اینکه داره اون اتفاقات رو اینجا بهمون نشون میده و بعدش وارد زندان میشه وقتی که وارد این مغازه مشو فروشی داریم میشیم اگه نگاه بکنید روی اون شیشه ای که داره نوشته که این مغازه اموجکه اون طرف هم یه عکس که ازش هست از که به نظر میرسه همون اموجک باشه وقتی که میایم داخلش رو دارید نگاه میکنی. برندهای مختلفی از مشروبات مختلف از ارزون ترین تا گرونترینشون که توی دنیای جیتی بودن رو داره بهمون نشون میده همشون الهام گرفته شده از روی برندهای اصلی که توی دنیای واقعی هم وجود دارن ولی خب از اونجایی که برنده رو بهتون بگم زیاد فرقی به حال اون نمیکنه چون توی مغازهای ما پیدا نمیشه به خاطر همین بیخیالش میشیم ازش میگذریم فقط روی درک داریم میایم تو یه نوشته خیلی جالبی داره نوشته پتی فور ایور که داره کاملا اشاره میکنه به خواننده معروفی که توی دهه 80 بود و این موزیکی که روی تریلر هم هستش از اونه. حالا دو تا برند دیگه هم اینجا هست که میتونیم بهش اشاره بکنیم به خاطر اینکه توی سوپرمارکتی ما پیدا میشه و دو تا برند نوشابه که یکی الهام گرفته شده از روی فانتا اون یکی هم الهام گرفته شده از روی کوکا خب اینا رو دیگه میشناسیم و میتونیم در با هم دیگه راحت طرف دوزی که اونو انجام میدن فراری که میکنن و حالا داره اون فیزیک خیلی جالبی که برای ماشینا در نظر گرفته دریفتی که داره انجام میده رو به اون نشون میده بعدش هم که حرکت میکنیم رو به جلو داریم میریم توی ماشین اگه نگاه بکنید پولی که دزدیدن همه 20 دلاریه و داره نشون میده که همچین پول زیادی هم نبوده که اونا دزدیدن اصلا دزدی کردن فکر کنم یه مقداری بیشتر ضرر زده بهشون تا اینکه بخوان سودی بکنن اونجا یه تابلوی هم وجود داره دو تا قرص توی رنگای مختلف داره نشون میده اشاره میکنه به اون قرصایی که برای افسردگی توی بازی هم هست این تبلیغاتش اونجا هم میبینی این حتی ممکنه به این موضوع به خودش رو بکنی که دو تا کارکتری که داریم میبینیم نسبت به همون رنگایی که اول بهتون گفتم احتمال داره که مقدار از نظر روحی هم به هم ریخته باشن بعد از اونم میادش و تریلر شروع میکنه گرافیک خودش رو به رخ میکشه محیط های مختلف رو نشون میده ساحل و اتفاقات مختلفی که همیشه اونجا وجود داشته و داریم میبینیم که حسابی روی همه چیز کار شده وقتی که داره از روی دریا حرکت میکنه رو به جلو میادش حتی دارید میبینید که توی آب دلفینا هم هستن و کاملا مشخصی که روی جزئیات بازی هم حسابی راکستار کار کرده توی سال وقتی که داریم آدمای مختلفو نگاه میکنیم ام که اونجا هستن همه از نظر گرافیکی که بالا رفتن هیچی اون استایلی که دارن و اسکینی هم که براشون انتخاب کردن خیلی طبیعی تر شده حتی این اسکین انتخاب کردن رو قبلا توی رده دیده بودیم ولی خب اینجا میبینیم که واقعا چند لول بالاتر رفته و مهمتر از همه به یه نکته خیلی خوبی داره اشاره میکنه و بهش توجه کردم اونم فیزیک موه برای فیزیک مو خیلی کار سختیه که بیان اونو به خوبی درش بیارن که اون حس سال طبیعی بودن رو بده ولی اینجا داریم میبینیم توی شات تریلر به این موضوع کاملا داره اشاره میکنه که راکستار به این موضوع توجه زیادی داشته تا دا بتونه فیزیکمونو به خوبی درش بیاره و داریم میبینیم که همچین اتفاقی هم اینجا افتاده این تریلر رو تصویری که نشون میده کاملا داره نشون میده که قرار با یه بازی خوبی رو به رو بشیم که چندین پله نظر گرافیکی ارتقا پیدا کرده حالا امیدوارم که آزادی هم که توی دنیاش دارم هم همینطوری باشه به خاطر اینکه اگه نگاه بکنید به شبکه های اجتماعی هم اینجا داره توجه خیلی زیادی انجام میده از اون آدمی که تو اسرائیل دارید میبینید دراز کشیده و در از یه جای یه نفری که اونجا با استاد فیلم میگیره که کاری بهش نداریم گرفته تا اتفاقات مختلفی که اینجا داره پیش میاد اخبار مختلف و شبکه مختلفی که نشون میده که خیلی شایبه به تیک تاک و از طرف دیگه این اینستاگرامن و اینجا داریم میبینیم که شبکه های مجازی هم خیلی محبوبیت زیادی پیدا کرده مثلا اون پیرزنی که میبینی دو تا چکش دستش از روی اتفاقات واقعی توی دنیای اصلی اومدن و الهام گرفتن و این کارو انجامش دادن یا حتی جلوتر میریم شات مختلفی که داره بهمون نشون میده همه برگفته شده از روی اتفاقات واقعی که داریم میبینیم از اون تمسای که تو آب بیرون میاد اون نفری که لخت داره تو پمپ حرکت میکنه یا حتی جوکر فلوریدا هم داریم میبینیم که اینجا بهمون نشونش میدن و خب از اون تتوایی هم که داره خیلی الهام گرفته شده از روی جلدتو بوده و اینجا داریم میبینیم که تمام اتفاقات و اون هواشی که توی دنیای مجازی وجود داره رو از روی اتفاقات و هواشی که توی دنیای واقعی برداشت کردن بعد از اون که وارد اون خیابون بزرگ میشه و های گرون قیمتی که اونجا داره بمون نشون میده که البته میتونید خیلی راحت برید ورشون داریم و اگه قفل نباشه و درد سر درست بکنه در کنارش داریم یه نکته خیلی مهم میو نگاه میکنیم و اونم اینه که اون هتل قدیمی هنوزم اونجا از اون هتل اوشنی که میشناسینش رو داریم اون گوشه میبینیم که قبلا هم توی وای سیتی هم باش برخورد داشتیم اینجا تو این بازی هم دارن به کلوپ های مختلف و اتفاقاتش هم خب توجه کردن قبلا هم بودش مطمئناً اینجا هم یه سری کازینو هم باید وجود داشته باشه و خب شرایطی که قبلا وجود داشت توی جی تی 5 که باش روبرو شده بودیم و اتفاقاتی که پیش اومده بود مطمئناً اینجا هم میادش با یه مقدار امکانات بیشتر و کارهای بیشتر رو شاید بیاد بهمون اجازه بده تا انجامش بدیم چون میدونن نظر گرافیکی هم خیلی بالا رفت و پس میشه ازش استفاده هایی بیشترم کرد تریلر بازی با تمام نکتهایی که وجود داره اینکه داره گرافیک خودش رو به رخ میکشه اینکه داره شهر میومه بهمون نشون میده ادای احترام خیلی بزرگی به بازی سال 2002 دو داره و مطمئنا قراره که یه سری کمه و استری هم خود تا هم اینجا هم وجود داشته باشه که باش روبرو بشیم رو که میتونه یه ادای احترام خیلی خوبی به اتفاقات گذشته باشه و گرافیکی که خیلی دیگه تغییر کرده اون موقعی که حالا جی تی فور اومده بود عشق اینو داشتیم که بازی بکنیم و گفتیم چقدر هم گرافیک خفنی داره ولی الان که داریم نگاه میکنیم بینیم که اون بازی ها در برابرش هیچی نبودن و همچنان که هرچی جلوتر میریم داره تمام اتفاقات واقعی و واقعی و واقعی تر میشه در مجموع میدارم که دیدن این ویدیو هم لذت برده بشین و تمام بودش که تو این تریلر دیده میشو. اگه نکته ای هم تو دیدی میتونید داخل کامنت برام بنویسید لایک و سو و زنگوله یاد نره فعالش بکنید اینطوری میتونیم محتوای جدید دست پیدا بکنیم بیاید توی کانال و ویدیو جدید رو تماشا بکنیم این ویدیو رو هم براتون میذارم اینجا در مورد کنگ و اتفاقاتش و اینکه در پایان مسیری که لوکی داشت میخوایم به سمت اونجرز وی اس من حرکت بکنیم یا نه رو اینجا برات گوشم که میتونید ببینید ویدیو رام تماشا کنید در دیگه حرفی هم تا ویدیو بعد بدرود